در دانشگاه کنفرانسی ارائه می کنم و با این که می بینم دانشجویان به وجد می آیند، ولی چون مورد بی‌اعتنایی استاد قرار می گیرم احساس می کنم که خب حرف خاصی نزدم. حتما مطلب مهمی نبوده، ما هم انجام وظیفه کردیم. ولی معما چوالیش آسان شد. استاد می رود و در پشت پرده می گوید این جوان عجب استعدادی دارد در فلسفه، چگونه جذبش کنیم؟ و از اینجا کشاکش ها شروع می شود. در یکی از سخنرانی ها استاد قمشه‌ای فرمودند این ساختمان های عظیم و برج های رنگ و رنگ به انسان احساس پوچی می دهد. آری، من هم می گویم استاد، سخنرانی شما هم به برخی ها احساس کمی می دهد. وقتی یک عالم روحانی سخنرانی سنگینی می کند، به برخی مستمعین احساس کمی می دهد. وقتی یک ثروتمند با اتومبیل گرانبهایش در خیابان دور دور می کند، به خیلی از رانندگان احساس کمی می دهد. وقتی یک نفر حافظ مثنوی شعر و شاعری می کند، به دیگرانی احساس کمی می دهد. وقتی یک پریرو با بهترین نوازندگان می رقصد و می خواند، به بعضی ها احساس کمی می دهد. وقتی یک هنرمند نمایشگاه نقاشی برپا می کند، به خیلی ها احساس کمی می دهد. حال چاره چیست؟ درب دکان خوبان عالم را باید بست یا مردم را ارتقا داد؟ طبیعی است که باید مردم رشد کنند. یک استاد باید مثل آینه ای صیقلی و صادق طوری با مردم سخن گوید که آنها در آن آینه نه خودشان را کوچکتر ببینند و نه بزرگتر. برای آموزش مردم باید از تکنولوژی کمک گرفت تا همه رشد کنند. گفته می شود علم و دانش هر 10 سال چندین برابر سالهای قبل و به صورت تصاعدی رشد می کند. با وجود ابر کامپیوترها و پیشرفتهای حیرت انگیز هوش مصنوعی، همه مشکلات باید قابل حل باشند. حتی در پزشکی انتظار معقول و منطقی آن است که یک انسان 100 ساله هم مثل جوانی 20 ساله سلامت و قوی باشند. همه خوشندام باشند. یک نفر می گفت اگر داروی تناسب اندام کشف شود، مردم غذا زیاد می خورند. خب داروی ضد اشتها هم بسازند تا نظام عرضه و تقاضا خودش بازار غذا را مدیریت کند. در هزاره سوم ما بیش از گذشته و بیش از هر چیز به مدیرانی اعجازگر و البته صالح نیاز داریم. تا درودی دیگر، بدرود.